بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. امروز مهمان شرکت کیمیا پالایش گلپا هستیم و همچنین در خدمت جناب آقای مهندس وثوقی مدیر عامل این شرکت. جناب مهندس سلام عرض میکنم حضور شما و ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار ما گذاشتین که ما امروز مهمان شما باشیم به همراه بینندگانمون و بیایم ببینیم که در شرکت کیمیا پالایش گلپا چه اتفاقی داره میفته. خواهش بکنم که خودتون رو به بینندگان ما معرفی کنین و همچنین رزومه از شرکت رو عنوان کنین. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت کلی دوستان سلام عرض میکنم، ضمن تشکر از حضور شما و برنامه خوبتون. من مجید وثوقی هستم، مدیر عامل شرکت کیمیا پالایش گلپا، تولید کننده محصولات بایوجمی. خدمت شما که عرض کنم، شرکت ما از سال 1393 تحت لیسانس شرکت نانواحد صنعت پرشیا، شرکت دانش بنیان، آغاز به کار کرد و تونستیم ما خوشبختانه محصول ارگانیک و دوست محیط زیست را تو این شرکت تولید بکنیم که یک کمپوستی هست به نام بایوجمی برای کلیه محصولات کشاورزی، اعم از زراعی، دامی، عذرخواهی میکنم، باقی و گلخانه‌ای استفاده بشه. خدمت شما که عرض کنم، شرکت با بهره‌وری و کیفیت بالا این محصول را تولید کرده و تونسته در اختیار کشاورزای عزیز قرار بده. همونجور که میدونیم، ما استفاده بی‌رویه از کودهای خام دامی، خدمت شما که عرض بکنم، کودهای شیمیایی و همچنین غیر زیست محیطی در واقع میتونم بگم، باعث شدن که آلودگی بسیار زیادی در سطح خاکهای کشور و همچنین آبهای زیر سطحی ما بذارن. ما تونستیم با این محصولی که تولید کردیم تا حدودی هم این مشکل را رفع بکنیم، هم کمک کنیم به محیط زیست. از طرفی استفاده از این کودهای ما، این کمپوست ما، باعث شده که افزایش برداشت بیشتر داشته باشن، کیفیت محصولاتمون کیفیت خوبی باشه و در واقع یه غذای سالمی میشه گفت که سر خدمت شما که عرض کنم سفره مردم بفرستیم. بسیار هم عالی. از تاریخ تأسیس شرکت و اینکه خب جناب آقای وثوقی چطوری شد که وارد این حوزه شدن به ما بگین ممنون میشم. خدمت شما که عرض بکنم، از سال 1393 که ما در واقع 1392 در واقع استارت این کار را زدیم، عرض کردم هدف همه ما این بوده که کمک کنیم به اون غذای سالمه که سر سفره ها میره. خب ما هم اعتقادمون بر این بود که کشاورزی، مخصوصا حال کشاورزی این خطه، که کشاورزی فقیری هستش. فقیر از لحاظ این میگم که زحمت زیاد، برداشت کم و غیر اصولی. بله. کمک کنیم که این را یه جوری راهبریش کنیم. درست. یه جوری هم از نظر اقتصادی، هم از نظر کیفیت بتونیم ما کمک کنیم به اون کشاورز. عرض کردم چون آب‌های زیرسطحی ما خراب شده، خاک ما خراب شده، در واقع استفاده بی‌رویه از سموماتی که حالا شما می‌بینید، ما الان معمولاً آفتکش‌های طبیعی را کمتر می‌بینیم توی این. ما کمتر پروانه سفید می‌بینیم، کمتر شته‌خوری مثل کفش دوزک را در صنعت کشاورزیمون می‌بینیم. استفاده سم‌های زیاد باعث شده که اول آفتکش‌های ما از بین برن، آفتکش‌های طبیعیمون، تا ما بیشتر به سم‌های بیشتری و آفتکش‌های بیشتری نیاز داشته باشیم. خب ما اگر بتونیم گیاهمون را، درختمون را، تو گلخونمون یا توی محوطه کشت و کارمون تا
تقویتش بکنیم. آروم آروم به سمتی میریم که چرخه ما نیازی به سمومات نداشته باشه. درسته. آری از این آلایندگی داشته باشیم ما. بتونیم محیط زیستمون را حفظ بکنیم. متاسفانه کودهای شیمیایی بلای خیلی بدی سر ما آوردن. همونجور که میبینید الان شما ما نمیتونیم کنده های زمینی مثل سیب زمینی پیاز را از این کشور صادر کنیم. بله. چون تماما آلوده شدن به نیتریت و نیترات. چرا این اتفاق افتاده؟ این به خاطر اینه که کودهای شیمیایی زیاد استفاده کردیم. ما برای جذب نیتروژن برای خدمت شما عرض کنم برای گیاهمون 2-3% لازم داریم. یک کود شیمیایی که 46% نیتروژن داره این کجا مصرف میشه؟ تمامش آب میشه به نیترات و نیتریت تبدیل میشه و میره تو آبهای زیرزمینی ما شسته میشه. پس آب آلوده شده، خاک ما آلوده شده و متاسفانه کسی هم نیست اینو جوابگو باشه. خوشبختانه ما با این محصولمون تونستیم تا حدود زیادی این قلیایت خاک را کاهش بدیم، این در واقع آبهای زیرزمینی رو اصلاح کنیم، در کنار اون تمام عناصری که گیاه لازم دارد تو این کود اضافه کردیم و تونستیم کمک کنیم به کشاورزی. هدف اولیه ما این بوده. و در دوم بحث اشتغال زایی هستش که در کنار این وجود داره که خب بر اساس تعداد اینجا کار میکنن، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم. چند نفر شاغل هستن؟ الان در حال حاضر 15 نفر به طور مستقیما در کار تاثیر دارن و حدود 60 نفر غیر مستقیم که با سیستم دارن کار میکنن. و در نهایت هم خب به هر صورت بحث اقتصادی دیگه درآمدزایی است که حالا میتونه در کنار این وجود داشته باشه. بله بسیار هم عالی. آقای مهندس شما یا تحصیلاتتون کشاورزی بود یا نه به صورت تجربی وارد این حوزه کسب و کار شدید؟ خیر متاسفانه من تحصیلاتم ارتباط با کشاورزی نداشت. من تخصصم سیالات بود، اصلا رفت به این نداشت. ولی مکانیک سیالات؟ بله. ولی چیزی را که بود عرض کردم، هدف ما یک کاری بود که بعد از بازنشستگی به این فکر افتادیم تونستیم یک کاری انجام بدیم که حداقل هم رضایت خاطر عمومی خودمون خوب بشه، جذب بشه و جلب بشه. یکی این که بتونیم کمکی کرده باشیم به کشورمون. حالا کارهای زیاد میشد انجام بدید. این را هم به توصیه دوستانی که ما دنبال این رفتیم فکر کردیم و معتقد هستیم به این که میتونیم توی این چرخه زیست محیطی، توی این چرخه کشاورزی و توی این رسوندن غذای سالم در سر سفره های مردم نقش داشته باشیم. بسیار هم عالی، انشاءالله که موفق باشین. ممنونم. آیا مهندس در حوزه صادرات آیا شما فعالیتی داشتین یا نه؟ خدمت شما که عرض کنم، ببینید صادرات متاسفانه صادرات مواد عالی ممنوعه، اجازه نداریم. ولی ما اقداماتی کردیم، نمونه های ارسال کردیم در کشورهای مختلف، کشورهای آفریقایی. خوشبختانه الان کره جنوبی که دانش ما را خریداری کردند و الان چند سالی هست که دارند شروع کردن به کار و تولیدش. خدمت شما که عرض کنم کشورهای حوزه خلیج، کشورهای اطرافمون نمونه ها رفتن، رضایت خاطرشون جلب شده، پسندیدن. ولی متاسفانه سازمان های کشاورزی خدمت شما که عرض بکنم مثل جهاد کشاورزی اینا یه مقدار جلوگیری کردن از صادرات ما. حتما با آیین‌نامه ها یا قوانین مشکلی داشته. مشکل این قضیه چی بود از نظر دوستان جهاد کشاورزی؟ ببینید عرض کردم چون میگن ماده عالی خام ممنوع صادراتش، ولی از اونجایی که حالا خب میدونید از به خاطر وضعیت اقتصادی که الان وجود داره با افزایش خیلی زیاد کرایه‌های حمل بار، از طرفی پایین آمدن توان کشاورز، خرید داخلی یه مقدار سخت شده. خب این را به راحتی ما میتونیم صادرش کنیم، در کشورهای دیگه ارائه بدیم. متاسفانه حالا اون بحث ماده عالی خام که ممنوع هستش، ما ماده عالی خام نیستیم، ما ماده فرآوری شده هستیم. ماده عالی است که کار شده روش، زحمت کشیده شده بابت این کار، هزینه های بسیار گزافی روش داده شده. خب خیلی راحت میتونیم تو کشورهای ارزان به حضور شما که دیگر ما از این محصول هم
ارائه بدیم و بتونیم استفاده کنیم. بله بسیار هم عالی. آیه مهندس، از سال 93 که استارت کار رو زدین تا به امروز شما با چه مشکلاتی مواجه بودین؟ والا بعد جای دست گذاشتید. متاسفانه مشکلات عدیدهی جلوی رای ما بود. سنگ اندازی های خیلی زیادی شده بود تا اینجا که ما رسیدیم. خب توقعات زیادی نداریم ما از سازمان های مختلفی مثل دارایی، مثل اداره کار، مثل تامین اجتماعی، مثل بانک ها، مثل جهاد، که حالا من اداره صنایع را نمیگم چون ما مجوزمون به اداره جهاد و در واقع از طریق اونها ما مجوز گرفتیم. خدمت شما که عرض کنم به این مشکلات زیادی بود که ما داشتیم، توقع اونم خیلی بالا نبوده تو این قضیه. ببینید الان من حیث المجموع میخوام خدمت شما عرض بکنم این محصول ما خیلی راحت میتونه جهاد با توجه به اینکه اذعان دارن به این چیزایی که من خدمت شما عرض کردم، به افزایش برداشت، کاهش آفت ها، بالا بردن توان کشاورز در خصوص تولید اینا، خیلی راحت میتونن فروش یارانه ای داشته باشن روی این کود ما به کشاورز. خیلی راحت میتونن این کار انجام بدن، میتونن وام بدن به کشاورز برای خرید این. مهمترین ویژگی هم که فرمودین که مصرف آب بود، که مصرف آب فوق‌العاده میاره پایین استفاده. حداقل 30%، حداقل 30% تا 35%، چون مطمئن هستیم خودمون که کاهش مصرف آب داریم ما با استفاده از این محصول. خب این میتونه خیلی توی کشور ما که خوشسالی داریم، کشور ما که مشکل داریم توی آب، خیلی میتونه اثر بخش باشه، خیلی میتونه کمک بکنه. بحث دیگر ما هم که حالا فرمودید، متاسفانه مشکل بانک ها هستش. خب وام هایی که میگیرید چندین برابر سودای کلان گرفته میشه، اینها هم سد معبر تولید میشن، اینها هم سنگ اندازی میشه جلو پای تولید. متاسفانه فشار خیلی زیادی از این ناحیه هم به ما میاد تو این زمینه که خب چاره ای هم نداریم، تحمل میکنیم. ایشالله که این مشکلات حل بشه و شما عزیزانی که در حوزه صنعت و تولید در حال فعالیت هستین با انرژی بیشتر به فعالیت خودتون ادامه بدین. انشالله. آقای مهندس اگه به ما اجازه بدین بریم ببینیم فرایند انجام کار رو و باز برمیگردیم با پرسش دوستان. در خدمت شما هستیم. در خدمت شما هستم. با اجازه. با کمال خواهش میکنم. بفرمایید.
خدا. من زهرا یاوری هستم، کارشناس ارشد باغبانی، مسئول آزمایشگاه شرکت کیمیا پالایش گلپا. اینجا در کل ما کنترل کیفیت محصولاتمون رو انجام میدیم، چه محصولات ورودی چه محصولات تولیدیمون رو. محصولات ورودی وقتی هنگامی که وارد شرکت میشن کلن از همه لحاظ مورد ارزیابی قرار میگیرن، سنجش ها ادامه داره و در طی کلیه مراحل تولید این ارزیابی ها انجام میشه تا بر حسب استانداردهای ما حتما کار پیش بره. در نهایت محصول تولیدیمون هم از لحاظ استاندارد بررسی میشه و کلن هدفمون این هستش که محصول عالی و با کیفیت رو تحویل مشتری بده. ما اینجا آزمایش هایی را که انجام میدیم روی کلیه مواد ورودیمون pH EC‌شون رو اندازه میگیریم، میزان کربن عالیشون رو. مثلا یه ماده‌ای داریم که پودر گوشت هست، استاندارد مورد بررسیمون روی این محصول میزان درصد پروتئین و TVN هستش، یعنی میزان ازوت آزادش رو. این دوتا مورد روی این محصول مورد ارزیابی قرار میگیره. روی محصول تولیدیم و نهاییمون چیزهایی که مد نظرمون هست و خیلی برامون اهمیت داره ماده عالی هستش، ماده عالی محصول تولیدیمون هست، درصد کربنش، نیتروژن و pHش، EC، اینها همه توی مراحل کار مورد ارزیابی قرار میگیره تا رضایت مشتری هامون رو بتونیم حاصل بکنیم.
معرفی هستم، حسابدار شرکت کیمیا پالایش و فروش واحد فروش هستم. درخواست ارسال بار ثبت سفارش میشه، موجودی بررسی میشه، تاریخ ارسال اعلام میشه به خریدار، کارهای مالی با من انجام میشه و بار در نهایت ارسال میشه. از ثبت تا ارسال بار هماهنگی هاش با من هست. سلام، عبدالرضا نادری هستم، رئیس هیئت مدیره شرکت کیمیا پالایش گلپا. شرکت دارای 3 سوله می باشه که سوله اول برای خرد کردن کود، سوله دوم برای تولیدشه و سوله سوم برای سرند و بسته‌بندی کود. الان میتونیم با هم بریم داخل سوله و بخش‌های مختلف ها خدمتتون ارائه بدم. ابتدا کودها از گاوداری‌های صنعتی به اینجا منتقل میشه، اینجا دپو میشه و بعد برای خرد کردن به داخل سوله قسمت آسیاب منتقل میشه. قسمت خرد کنه که داخل آسیاب کودا داخل آسیاب خرد میشه و برای تولید به قسمت های بعدی منتقل میشه. We'll be right back.
اینجا قسمت تولید ماست، کود خرد شده به اینجا منتقل داخل بچینگا میره و با مواد جامد دیگه که ضایعات حیوانی و کشاورزی هستن به صورت مورد نیاز توزیع و به قسمت میکسر منتقل میشه. جامد ما به میکسر منتقل میشه، همزمان مواد مایع که 8 نوع میباشن به صورت پاششی به آن افزوده میشه. این مواد مایع ما شامل موادی است که برای زمین و گیاه مورد نیازه. مواد مایع و جامد ما میکس میشه، به صورت کامل میکس میشن، کود تولید شده به اینجا منتقل. یه فرایندی که روی این کود انجام میشه، این کود دما میگیره، دما که میگیره کلی تخم علف های هرز، لارو، حشرات، کرمای اون از بین میره و به صورت بین 20 تا 23 روز عملیات کمپوست روی این کود انجام میشه.
از طی فرایند کامپوست کود آماده به این قسمت منتقل و برای دانه‌بندی به قسمت سرن منتقل میشه. مرحله انجام میشه، پودر و پلت. بعد از اینکه دمای پودر به مرحله مجاز برسه آماده بسته‌بندی میشه، بخشی از اون هم به قسمت پلت منتقل میشه. دیگه ای از پود به دستگاه پلت منتقل میشه. پلت تولید شده جهت تنظیم رطوبت به دستگاه خنک کننده منتقل میشه.
بینندگان عزیز سلام مجدد. ما که بسیار لذت بردیم از بازدید امروز و بحث فرایند ارگانیکی که در تهیه این کود بود و همچنین کمک به بحث مواد غذایی و کشاورزی. جناب مهندس ممنون از شما. خواهش میکنم. دوستان ما سوال کردن که کاربرد و مصرف این کود چطوریه و به چه میزان باید استفاده بشه؟ خدمت دوستان عرض بکنم به مصرف این کود یا این کمپوست بسته به نوع محصول متفاوته. فرض بفرمایید برای یک هکتار مثلا گندم اگه شما در نظر بگیرید، اگر کود دامی خام بخوان استفاده کنن حداقل بین 40 تا 60 تن در هکتار باید استفاده کنن، اما از کمپوست ما اگر بخوان استفاده کنن بین 1 تن تا 1 تن و نیم استفاده میکنن. این تفاوتی است که وجود داره در واقع توی مصرف این کود. یا بحث حالا درختار رو من در نظر بگیریم، باغات مختلف بسته به نوع درختامون، حالا درختای مثل هستداری مثل زردالو، گیلاس، آلبالو، هلو، شلیل، این چیزها رو در نظر بگیریم نسبت به سنشون. فرض بکنید یک درخت 5 ساله رو من براتون مثال بزنم، یک درخت 5 ساله درختای هستدار بین 5 تا 6 کیلوگرم برای هر درخت کافی. درختای حالا مثل گردو، پسته، بادام، به سیب‌های پاییزه، اینا که زمان بیشتری لازم دارن تا محصولشون رو برسونن، در واقع توی پاییز باردهیشون هستش، خب اینا یه مقدار بیشتری میخوان. یک درخت 5 ساله معمولاً بین 7 کیلو تا 8 کیلو از این کمپوست ما نیاز داره. بله بسیار هم عالی. بعد مصرفی که برای باغ ها و مزرعه ها میشه با مصرفی که برای حالا میوه های گلخونه یا گل های گلخونه میشه آیا متفاوت هست یا نه؟ بحث گلخونه حالا یه چیزی هستش که توی گلخونه به خاطر اینکه پارامترهای مختلفی وجود داره و کنترل های بیشتری میشه، خصوصا CO2 در گلخونه ها خیلی موثره که میتونن کنترل رو باید بکنن حجم این را. با توجه به استفاده از این ما هم تونستیم گازهای گلخانه را تا حد زیادی کاهش بدیم با استفاده از این کمپوست ما. خب این را چون در گلخانه ها امکان این که در حین تولید بخوان دائم استفاده بکنند یه خوردی کم هستش و سخت هستش براشون، بهترین حالتش اینه که تو بستر کشت اولیشون استفاده بکنن. توی این بستر که میخوان استفاده بکنن حجم زیادتری باید استفاده کنن به تب که بتونن در دوره‌ای که حالا محصول دارن استفاده تولید میکنن، حالا خیار، گوجه، بادمجون، فلفل و این چیزایی که دارن گلخونه تولید میکنن یا گوجه فرنگی، اینها بتونن تو دوره تولیدشون کم بود مواد غذایی را نیارن. فقط میتونن از مایعاتی که ما به صورت مکمل در کنار این کودمون ارائه میدیم استفاده بکنن برای تقویت بیشتر محصولاتشون، حالا چه در گلخونه ها، چه در باقی و چه در زراعی، از این دوتا محصول مکمل ما هم میتونن استفاده بکنن. بله بسیار هم عالی. جناب مهندس، کمکی که این کمپوست به محیط زیست و مواد غذایی میکنه هم به ما اگه توضیح بدین خوشحال میشیم. خدمت شما عارضم. ببینید بزرگترین کمکی که ما میکنیم، ما شعارمون در واقع پالایش آب هستش، خدمت شما که عرض کنم بهسازی خاک هستش و کشاورزی پایدار. ما اصلا مجوزی که وزارت جهاد به ما داده تحت عنوان بهساز خاک هستش، مجوز کودی که ما داریم تحت عنوان بهساز خاکه. چرا؟ چون ما معتقدیم که تمام کارهایی که ما میتونیم برای بهبود کیفیت محصولات کشاورزیمون، حالا چه بحث کمیت باشه چه بحث کیفیت باشه، میتونیم از خاک و آبمون شروع بکنیم. اگر ما این دوتا خاک و آبمون سالم باشن میتونیم کیفیت محصولات تولیدمون رو به سمت سالم بودن هدایت بکنیم. خب ما اولین کاری که میکنیم، خصوصا حالا من بحثی که البته جایگاه خاصی اینجا نداره ولی عنوان بکنم، ریزگردها هستن که تو جامعه متاسفانه خیلی زیاد مشاهده میشه. این به دلیل تحلیل رفتن خاکهای ما هستن، دانه بندی خاکهای ما بسیار ریز شدن و با هر بادی اینا در هوا پخش میشن.
این باعث میشه که ریزگردها در واقع زیاد بشن توی خصوصا جاهایی که حالا ما با این وضعیت خوشسالیمون زیاد هستن، مضر شده برامون. خب ما اگر بتونیم دانه بندی خاکهامون را بزرگتر بکنیم، افزایشش بدیم، در واقع این کوآکولیشن را توی خاک ایجاد بکنیم، این باعث میشه که حرکت خاک ها کمتر بشن، در واقع فرسایش زمینمون کمتر بشه. وقتی دانه بندی درشت‌تر بشن، چسبندگیشون به هم بیشتر میشه، فاصله بین مولکولیشون زیادتر میشه و در واقع تخلخل این باعث هوادهی به ریشه های گیاه ما هم بیشتر میشه. در واقع چرخه زیستی ما به فعالیت در میاد. میکروارگانیسم هایی که در خاک وجود دارن و کار پالایش این زمین را به عهده دارن، اگر تنفسی براشون وجود نداشته باشه، خب زنده نمیمونن، از بین میرن. خاک ما که صفر شده یا ریزگردهای ما با یه آبی به هم میچسبن، سطح خاک ما رو کاملا میبندن، تنفسی وجود نداره. این چرخه زیستی رو ما اینجا متوقفش میکنیم. اگر ما دانه‌بندی خاکمون اصلاح بشه، تخلخل در خاکمون به وجود بیاد، حرکت ریشه بهتر میشه توی خاک. از طرفی این دانه‌بندی که درست شده باعث تنفس بهتر خاک میشه. چرخه زیستی ما از پایین، از خاک به ریشه، از ریشه به ساقه، تنه و برگ انتقال پیدا میکنه و این چرخه میتونه حالا توی هر محصول شما در نظر بگیرید به راحتی اتفاق بیفته و حرکت بکنه. خب وقتی چرخه سالم باشه، چرخه سالم اتفاق بیفته و به گردش در بیاد، شیرابه‌ای که در داخل، حالا من یه درخت مثال بزنم خدمت شما، شیرابه‌ای که در آوند درخت در حال چرخش هستش، اگر غلظت این شیرابه به حد مناسب نباشه، میتونه ترک‌هایی توی بدنه ایجاد بکنه و باعث شانکر باکتریایی بشه که به وفور ما می‌بینیم در درختامون، در آفتایی که به وجود اومده. از طرف دیگه یک کرم ساقه خار هستش، کرم گلوگاه هستش که متاسفانه من همین دو روز پیش توی اخبار شنیدم که داشتن میگفتن توی شهر رضا درخت های انارشون رو واقعا داره نابود میکنه. خب این به خاطر اینه که درخت اون تراوت خودشو نداره. کرم گلوگاه یا کرم ساقه خار جایی میتونه حرکت بکنه که نیمه خوش شده باشه درخت، نه کاملا مرطوب هستش نه کاملا خشکه. این کرم میاد اونجا شروع میکنه و درخت از بین میبره. حالا ما اگر بیایم این شیرابه چرخشی را در حدی قرارش بدیم که بتونه کل درخت ما رو تحت پوشش بده و در کل درخت ما چرخش بکنه، این باعث میشه که اون کرم دیگه نتونه تو اینجا حرکت بکنه. پس قطعا ما آفتها را هم میتونیم با استفاده از این ترفندمون از بین ببریم، یعنی جلوگیری میکنیم در جایی که آفت نتونه بیاد سراغ درخت ما، سراغ محصول ما. این روش بسیار خوبیه که ما میتونیم با استفاده از این انجامش بدیم. بسیار هم عالی و ممنون از توضیحات کامل و جامعی که فرمودین. آقای مهندس، راه‌های ارتباطی با شرکت و همچنین خدمات پس از فروش شرکت هم بفرمایید. ما خوشبختانه یک سیستمی راه اندازی کردیم که این کود فروش‌های معمول نیستیم که آقا این کود را ببرید هر جوری که قدیمیاتون استفاده می‌کردن، پدراتون استفاده می‌کردن، شما هم استفاده کنیم. ما اولا دستورالعمل مصرف داریم برای هر محصولی که شما بخواید استفاده بکنید. ثانیاً ما میتونیم کارشناس مجانی در اختیار شما بدیم، یعنی اگر باغ شما نیاز به کارشناسی داشته باشه ما با کمال میل انجام بدیم. ثالثاً این ضمانت خودرویی که در واقع شما میبینید گارانتی داره، کد ما هم گارانتیش اینه که ما دائما با شما هستیم. شما کد استفاده کردین، بعدش از شما میپرسیم نظرتون چیه راجع به این کود، بهره‌وریتون چطور شد، حتی حاضرین خودمون بیام سرکشی کنیم به باغتون، حتی حاضرین بیام در کنار شما باشیم که کمبودها را، نواقصش را برطرف کنیم براتون. این در حد توانمون ارائه میدیم خدمت مصرف کنندمون. راه های ارتباطی هم که فرمودین، پیج اینستاگرامی ما داریم که حالا تو پیج میتونن دوستان بزنن، با یوجمی میتونن ببینن. خدمت شما که عرض کنم تلفن های شرکت هم هستش که میتونن ارتباط برقرار کنن، هم با کارشناس های شرکتمون، هم با خود بنده، هم با همکارای دیگرم که در شرکت تشریف دارن، میتونن ارتباط برقرار کنن، از راهنمایی استفاده بکنن، از مشاوره ها استفاده بکنن. با کمال میل در خدمت دوستان هستیم در هر زمینه که خواهد. نیاز بله بسیار هم عالی. شماره های شرکت رو خاطرتون هست که بفرمایید؟ بله بله، 031-572-48-333 این شماره است که رو چند تا خط میتونن جوابگو باشن دوستان من.
جایی هم نیاز باشه ما خودمون باشون تماس میگیریم اگر لزومی داشته باشه. بسیار هم عالی. خیلی خوشحال شدیم از بازدید این شرکت و همچنین مصاحبت با جناب عالی. با عنوان حسن ختام برنامه خوشحال میشیم که صحبت‌های شما رو بشنویم. از تیم حضرت عالی تشکر دارم، خیلی لطف کردین، تشریف آوردین. این هم باعث تقویت روحیه همکارای ما و خود بنده شد در اینجا که دوستان در کنار خودمون میبینیم و قدردانی بکنیم ازشون، هم در اینجا که حالا محبت فرد بودن، هم در کارهایی که ما در قسمت شما داشتیم و در کنار ما بودید، دستتون درد نکنه. و من هم تشکر میکنم از دوستانی که تحمل کردند، این بازدید را انجام دادند، ما را دیدند. امیدواریم که بتونیم حرفایی که زدیم و بهش عمل بکنیم، امیدواریم که در کنار دوستان باشیم، امیدواریم بتونیم اون بحث اولیه که گفتیم مواد غذایی سالم را سر سفره‌ها ببریم، این توانایی را هم خداوند به ما بده، هم پشتیبانی دوستان باشه که بتونیم به عمل برسونیمش. انشاءالله. بسیار هم ممنونم از شما و همچنین همکارانتون. اگه که به ما اجازه بدین از حضورتون مرخص بشیم و ما باشیم و بینندگانمون تا انشاءالله هفته آینده و برنامه گردشگری دیگه. سپاسگزارم، خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. متشکرم از شما. خدا نگهدار. موفق باشید.